در طی یک عملیات غرور آفرین دیگر فرماندهان نظامی و انتظامی ملت‌های مظلوم منطقه در معیت حسن روحانی از تنها گوشه‌ای از توانمندی غرور افکن بازدید و با خلق صداهایی مانند اه اها اک هی و امثال هم کف نمودند. در این مراسم که در پشت فرماندهان غرور آفرین برگزار گردید، حاضرین با بیان اینکه زنده ایم، نه با بیان اینکه شکر خدا زنده ایم، با بیان اینکه هنوز زنده ایم، نه خیر، با بیان اینکه تا زنده ایم رزمنده ایم، به بازدید از توان رزمی خبرنگاران حاضر پرداختند که در آن یک بال نگرد با صدای ویز از مقابل صفوف متحد و مرتب و منضبط منظم ردیف دلاوران منطقه عبور کرد. شنوندگان عزیز توجه فرمایید، مجلس شورای اسلامی وارد جلسه علنی شد. در طی این عملیات غرور آفرین که پس از شهید نگران حمید رسائی و شهید مضطرب علی مطهری و پس از عملیات فتح المبین مهمترین اقدام نظامی ظفرمند علیه دشمن غیر فرضی محسوب می گردد، ده ها فروند نمایندگان واقعی ملت ایران چفیه پیچ مشت محکمی بر دهان وارد نمودند که خون آمد. در این حماسه متاسفانه بر اثر شدت امواج انفجار گوش برخی افراد و چشم برخی افراد دیگر دچار سوانه جاده‌ای گردید و برد مؤثر دید این افراد به 2 سانتی متر کاهش یافت. همچنین برخی دیگر از رزمندگان با ارسال پیامک برای خودشان و مشاهده آن از 2 میلیمتری با تلفن همراه و تلفن غیر همراه به شماره گیری پرداختند که متاسفانه مشترک مورد نظر در دسترس نبود. پس از فتوحات ارتش ظفرمند اسلام در منطقه، رهبر مسلمانان جهان و امید دل مظلومان و همچنین محرومان پابرهنه با دمپایی از سران نظامی کشور در محل بیت رهبری ساندید. در این اتفاق مهم که بعضن نصف کادر بر اثر ابعاد غیر انسانی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پر می شد و نام برده گاهی هم خم می شد، روح خدا به خدا پیوست و سپس فرماندهان معزز ارتش ظفرنمون اسلام با جوراب واقعا روی زمین نشستند. تا برنامه دیگر شما را به هر کسی که دلتان خواست می سپارم.